تو iOS 18 چند تا قابلیت جدید به iMessage و کلن اپ مسیج اضافه شده. مثلا میایم تو مسیج، اینجا می‌نویسیم سلام من رسیدم و میخواییم بپیچونیم، اصلا جایی نمیریم که قرار باشه رسیده باشیم. به علاوه رو میزنیم، میایم پایین send later و بهش میگیم امروز ساعت 10 شب این پیغام رو بفرست و send رو میزنیم. میبینیم این حالتی الان سلام من رسیدم، دورش خطه و نوشته که ساعت 10 فرستاده میشه، که حالا edit رو میزنیم و دیلیت میکنیم یا میتونیم تایمش رو تغییر بدیم. یه قابلیت دیگه که تپ بک بهش میگن، ببین قبلا ما میخواستیم یه ریاکشن داشته باشیم به یه تکست، انگشتمون روش نگه میداشیم و این بالا چند تا میومد ها ها نقطه فلان که رنگی هم نبود. الان بهش ایموجی ها اضافه شده و میتونیم ایموجی بیشتر هم داشته باشی. اینجا یه به علاوه هستش، صورت خاکستری به علاوه رو میزنی و کلا ایموجیات هست و همشون دسترسی داری، میتونی اونو ریاکشن بری. اما بجز این دیگه لازم نیست اینو نگه داری، دو تا روش بزنی همین میاد و خیلی هم راحت تر. اون وقتی نگه میداری ریپلای، اد استیکر، کپی، ترنسلیت و چیزهای دیگه میاد یا مور میاد برای پاک کردنش، ولی دیگه روش دو تا میزنی به همین راحتی اینا رو داری. چیزهای اضافه نمیاد رو صفحه و چون خلوت تره کار باش راحت تره، از اون برم به همین راحتی. یه چیز دیگه که اضافه شده اینه که مثلا می‌نویسیم سلام، اینجا نمیزنیم و تکست افکت میاد و می‌بینی حالت‌های مختلفی داره، بیگ بزرگ میشه، اسمال کوچیکه، میاد سایز متوسط میشه، شیک تکون میخوره، میتره که نمیدونم فلان میشه تکون میخوره، از این چیزا. و اینا انتخابش که میکنیم و میفرستیم، این حالت روش هستش. یه قابلیت دیگه هم هستش که پیغام دادن با ماهواره است که فقط برای آمریکاست، رو iOS 18 اضافه شده و حالا معلوم هستم برای کشورهای دیگه آزاد بشه، برای ایران هم که تقریبا غیر ممکنه. RCS هم قرار اواخر امسال بیاد و بعدم بیاد، یعنی ممکنه حتی وقتی iOS 18 نسخه رسمیش اومد هم همچنان RCS اضافه نشده باشه به iOS 18، ولی این هم قرار بعدم بیاد و اضافه شه به iOS 18 به بخش مسیجش که رزولوشن عکس و فیلمش بالاتره، پیغامای صوتی داره، نمیدونم تایپینگ اندیکیتور داره که میتونیم ببینیم طرف تایپ میکنه، که خب اینا هم داره تقریبا و خیلی اختلاف آنچنان چشمگیری نمیبینیم با آی مسیج. فقط تفاوت اصلیش اینه که یه سیستم جدیده، یه استاندارد جدیده و فقط دیگه مخصوص دستگاه اپل به اپل نیستش، میتونیم به اندرویدی ها پیغام بدیم و امنم هستش.